دوستان سلام، خیلی سریع و ضربتی میخوایم کنفرانس‌های قلعه‌نویی تو دوتا بازی اخیر تیم ملی و ادبیاتش رو بررسی کنیم، ببینیم که چقدر تغییر کرده نسبت به 16 سال پیش، که خب خیلی تغییر نکرده. الان با فکت بهتون میگم. سلام علیکم. سلام علیکم. اول اینکه هنوز از ماجرای 16 سال پیش و حذف از جام ملت‌های آسیا جلو کره جنوبی دلخوره و گردن مهدوی که و پنالتی که خراب کرد میندازه، تو دلش مونده. یعنی ها فوتبال دیگه، توپ می‌خوره به تیر میره تو گل، یا مهدوی که پنالتی خراب می‌کنه و خراب اتفاقات فوتباله. اصلا شما نشستی و ده نفره میشی یک سوال دیگه نگید چی رو نه میگم اتفاق دیگه. بابا امیر خان بی خیال دیگه، مال 16 سال پیش بود این داستان. دست از سر این مهدوی کیا بردار، تو کنفرانس هم بهت گفتن. یکم گوش کن خواهشم. برو صحبت کن در رابطه با بازی، ببینیم که تیم ملی تاکتیک چی داشته. البته خب در این مورد هم امیر خان صحبت‌های تکراری میکنه، این که بهترین بازی چند سال اخیر رو تیم‌هاش انجام میدن، اگه عدالت رعایت میشد باید چند تا گل میزد، و اینکه کلاً اینجوری سبکش دیگه. اینم ببینیم. فکر میکنم یکی بازی خوب این چند سال باشه. هر اون چی که باید یه تیم انجام میداد انجام داد. حالا تو پامون نرفت ولی با کمترین موقعیت هم یه گل خوردی. من فکر میکنم عدالت بازی 4-1-5-1 بازی تا مهم هم نیست. خب حالا امیر خان تو که میگی بهترین بازی رو تیمت کرده، چرا همین چه به اتفاقات فوتبال رفت میدی؟ چرا اونجایی که همه انتظار داریم که تیم ملی یا تیمای تو کار بزرگ بکنن، گره میزنی به اتفاقات فوتبال و مثال نمیدونم آلمان و برزیل رو میزنی، مثال خود تیم کیروش رو میزنی، یه جا میگی به تیم کیروش تشویقش کردم باخت، بعد میگی که به تیم من ظلم شد باختم، جفتمون تو پنالتی باختیم، بعد از اون ور میای میگی ایران عراق کیروش اتفاقات فوتبال بوده. الان دقیقاً موضع چیه؟ مثلا آقای کیروش نشسته جلوی عراق، همه برنامه‌های تاکتیکی تیم مربی به هم می‌خوره. ببین ما یه تاکتیک داریم، یه شانس داریم، یه اتفاقات داریم، اینا همه تو فوتبال دخیله. آرژانتین فرانسه رو دیدید دیگه، دقیقه 92 گلر آرژانتین یه توپ گرفت اونجا، 122 بود درست مزد، 122 جام اون برد آرژانتین. اگه اون توپ گل می‌شد یه تیم دیگه قهرمان. حالا که موضعتو معلوم کردی، ما دوست داریم که تیم ملیمون قهرمان جام ملت‌ها بشه، نه زمان تو، زمان کیروش، زمان قطبی هم دوست داشتیم که تیم ملیمون قهرمان بشه. فکر می‌کنیم پتانسیلشو داره، بازیکن‌های خیلی خوبی توی هر نسل داشتیم. حالا قول قهرمانی نمیدی، اینم به کنار دیگه، گردن نمیگیری قهرمانی تیمو دیگه، توقعات همینجوری داره میاد پایین از راست تیم ملی. نتیجه اگه هر کی هر قولی میده که میتونه اونجا تو زمینه برخورد با مخالفان یکم خب فرق کردی، خبری از علی و اینا نیست، ولی باز ادبیات همون ادبیاته. چرا تیکه میندازی به خبرنگارا؟ آقا مخالفته، قبولت نداره، به هر دلیلی میگه آقا 10 سال جام نیوردی، دوستت نداره، نباید بهش بگی بنده خدا تا 1000 بهش مرتقم برم سوال بعدی رو جواب بدم. دمت گرم، 10 سال تیمات خوب بازی کردن، 1000 امتیازم گرفتی، خیلی هم تیمای پولداری کنارت بودن، تونستی باهاشون بری بالای جدول ولی جام نیوردی. حالا اونم مخالفت دیگه، حرفی نزد که. چه صحبتی با مخالفینتون دارید که با شما توی این راه همراه بشن؟ مخالفین خود من یکیش. مبارک. دلیل مخالفتت چیه؟ خیلی چیزا از جام نبردن گرفته تا حالا جام ببره. نه حالا بحثش مفصله. خورده امتیاز تو این چند ساله شما میتونه 2000 بشماری؟ بله تا 1000 میتونه بشماری؟ بشمار تا سوال بعدی حالا 10 سال هم میتونه بشماری؟ در آخر خدمتتون بگم که دوستان این آیتم نقد ادبیات امیر قلعه‌نویی تو دوتا کنفرانس مطبوعاتی اخیرش بعد از بازی تیم ملی بود و ما نه مخالفیم که بخوایم سبکشو بخوایم ایراد بگیریم، نه موافقیم و مجیز میگیم. ما فقط توی این آیتم از کنفرانس امیر قلعه‌نویی و ادبیاتش انتقاد کردیم، نه کمتر نه بیشتر. لطفاً جو ندید، حاشیه هم درست نکنید، سابسکرایب هم جون مادرتون یادتون نره. خدا نگهدار.